وقتی که چشمانت نمی دانند نقطه ی آغاز کلامت از کجا نشأت می گیرد و تا جایی که آخر چشم سخن می گوید و لب باطل از هر سخن، این زمانی است که مطلوب است و همه تجربه کرده ایم، گاهی در عشق، گاهی در نگاه دور گرد سر چهار راه که می گوید اگرچه سیما نداشتیم و کاه بود ولی سخف کردیمش بر سرمان. پرواز پرندگان را میبینی و حس پرواز داری و متعجب از این که چه شهامتی دارند بر فراز دریای مواج عاشقانه دویدن، آن هم در آسمانی که نه سر دارد و نه ته و تنها به عشق میدوند و ما را میدوانند. و چه زیباست وقتی که سخنت از جانت براید و تجربهش لذت چشیدن عسل و عسل شیرش رو و رو شیرش تو. گویی پرندگان شکسپیرند و بازیگرانی که سنهایشان بالای دریا و بازیشان در کف آسمان و بار میزنند و لبخند ما را فزونی میدهند. روز و شب بر روی یک میز و یک صندلی با یک قلم و دوات کاغذ ها سیاه کردم و چشم سیاه کردم از سیاهی دور و برم و تنها یک روشنایی به من تابانید فن شکوه نور را و آن هم چراغ سوسوکانی بود که گویا او هم می دانست که من می نویسم تا چراغ شود برای ملتی که به دنبال خود می گردن در خود و پی آگاه ساختن خود نا آگاهشان از خود. من نوشتم از معرکه‌گیری که انجرش میچرخید و میچرخان جماعت چرخ زده به دورش را که بگوید چرخ فلک نمیچرخد مگر آنکه فریاد بزنید و مار نمیستد مگر به اذن نی. نوشتم از گدایی که با گدایش میخندان و با زبان بی زبان جویای مدد بود از پی مسببان، ولی ما شیشه های من بسته و غرغر از حضورش مگر آنکه بخنداند و غر بزند که ما از غرهایش بخندیم. گفتیم به یاد بیاندازیم کار بشر را که معروف است به خیر سری و قدر نشناسی، گذشته را می سازد بی آنکه تجربهش کند و در دفتر ذهن بی محابا عبور می کند از آن و حال خود را مردابی می سازد که چندی بعد تبدیل به باطلاق آرزوها شود و حسرت از روزهای زلالی که از دست رفته در دل انبوه زلالت. می دانستم که نه سودی دارد نوشتن نه مجالیست برای فن من در این بزنگاه و گردنی تاریخی، منتها ثروت سفریات شهوت آفرید متمایل شد و متمایز که بگوییم هستند کتاب ها که باید خوانده شوند، هستند صداها که باید شنیده شوند، هستند انشاها که هنوز در مرحله نگارشند و هست هنوز دستان خواهی و عشقهای جاری. نوشتم از بهاری که رفت و از لحظاتی که گرد و غبار داشت و از اذن اسرائیل برای رولبازی کردن من در تئاتر زندگی و سرود جهل و وهم و خیال عقاید سنتی و فریاد از تفاوت دو نسل از سهارت عقاید. شاید نباید می نوشتم ولی کاغذ از من خواست که بیاورم زمستان را گونه ای که از بارش برفش کودکان بازی کنند، نان که از یخبندانش درها را قفل کنند صاحبانه.